به سراچه خوش آمدین. امشب از چه چیزها که نخواهیم گفت. مهمان امشب ما ولایت کرده، معاینت های مسلکی، ریاست ها و مشاوریت کرده. در اصل ماستر پلانگذاری در رشته اقتصاد هستند. نویسنده، فعال اجتماعی، فعال رسانه‌ای و استاد پانتون. محمد آصف ننگ مهمان امشب برنامه سراچه هستند. مهربانی ننگ سر. استاد بسیار خوشحال هستیم که شما تشریف آوردین. ما استاد بگویم راحت هستین؟ بسیار خوشحال هستیم که شما به برنامه آمدین و ما امشب میزبان شما در سراچه هستیم. صحبتهای خواهیم داشت. یک عالم تجربه و تخصص شما در رشته های دارین، تجربه های جالبی دارین که بر من مطمئنم هستم بر شنونده های ما بر همگی جالب است که باید روش قصه کنیم. در ابتدا کمره خدمت شما هست. با دوستا سلام علیک، خدمت شما هستیم. سلام تقدیم میکنم به شما و تمامی اعضای مسلکی که در پشت پرده هستند، شنونده ها و بیننده های بسیار عزیز برنامه سراچه. من خوش هستم که لحظه با شما هستم. در وطن هستیم، با دوستای خود هستیم و اگر از نزدیک بسیار دیده نمیتونیم از فضای مجازی میبینیم که دیگر. بسیار تشکر از خودت. بسیار خوش اومدین استاد. در عربی میگن اهلا و سهلا. شما یک سلام علیکی عربی هم بکنین استاد، زبان عربی هست. اهلا و سهلا، مرحبا بكم. مرحبا بكم. بسیار خوب. خب شما سال 1350 در ولایت پکتیا تولد شدین، درست است؟ بله بله. من درست گفتم؟ نه نه، بخیر، درست است. خب ماشاءالله که جوان بمانین، جوان معلوم بشین. از اینکه در افغانستان متولد شدین خوشحال هستین؟ بله الحمدلله. اگرچه انسان در تولدش و در مرگش هیچ نقش نداره، در انتخاب زبانش، در انتخاب قومش، بالاخره در انتخاب هم و جغرافیایی که در او خلق میشه، در انتخاب پدر و مادر. ما خوش هستیم که در یک خاک هستیم که بسیار عزتمندی های زیاد در این خاک است، در این مردم است و کلتور بسیار عالی داره مردم و به اصطلاح در امو کمیونیتی عادت هایی که به اصطلاح اجتماعیت هایی که مردم داره که شاید بسیار در دنیا بی نظیر باشه. مجلس میشینه، مجلس میکنه، قصه میکنه، روابط اجتماعی دیگه قصه میکنه، شب نشینی ها. باز بعضی از میام میگن کم است. خب بعضی از میام میگن که والا ما در افغانستان تولد شدیم، یا یک جمله مثلا مشهور وقتی که وعده خلافی بکنن خب میگن افغانستان است دیگه. یک چند چیز بد در فضای جامعه ما رواج شده و ذهن میبره به طرفی که گویا افغانستان جای خوبی نیست. میگن جنگ ها و انقلاب ها ارزش ها را از بین میبره یا متحول میسازه. بله. مثلا خیلی از ارزش ها شاید در 20 سال کم و بیش شده، بعضش بهتر شده، بعضش خراب شده. مثلا شهرنشینی ها که است عادت های دیره او را کم میسازه. مثلا شما در آروسی قریه کسی کاسه میاره، کسی چمچه میاره، کسی دسترخانه و کسی سوری میچلانه، ولی در شهر که شما در هتل هستین کلگی استاد است فقط خوش آمدین. بله بله بله. دیگه ای همون مراودات کم میسازه، رابطه را کم میسازه. مثلا تلفن یک پدیده نو است. بله. شما حال کت شخصی که میخواین ارتباط پیدا کنین او را پیدا میتونین، دیگه کسی نمیشناسه. سابق دروازه تختق میشد، زنجیر دروازه تختق میشد، کسی میبرامد کاکای تست، مامای تست نیست. بله. بگوین که فلانه کاکا آمده بود. بله بله. به او خاطر پیوند عمیق بود و در هر مسائل زندگی یک اشر میشد، یک چیز میشد. ما به نظر ما زیاد مسائلی که بسیار خراب شده ایست که ارزش های عیاری و مردانگی در افغانستان هم کم شده. این خیراتی که 20 سال آمد بسیار ما را تیار خور کرده. بله. به دست و پا ساخته یک ملت مکمل، حالی که مثلا میگه اگر خیرات نباشه خیشی طور کنیم. و همت جوانا را حتی کم ساخته. من مثلا در هند آدمایی را دیدیم که 80 ساله است در شروالی کار میکنه، اما میبینیم که زیر درخت ها موجه خواب هم میکنه، در یک غرفگک موجه برای خود جور کرده، هم یک 150 درخت مربوطش است، به این عمر کار میکنه، یا او سه چرخه با اسکل را که میچلانه. شما اکثر شبیه ببینین که از 70 سال بالاست. یا بسیار با همت میخواه زندگی کنه. بله. مثلا در اینجا که خیلی حرفه ها و مشاغل است، مکاسب است، اما همت افغانستان و مردمش در 20 سال کم شده. و پدیده های دیگه هم است که مردی کاری را کم کرده. مثلا صنعت و انکشاف و انقلاب صنعتی کار زمین و دهقانی را کم کرده. بله درست. شاید گفته آدم سمیث مقوله است که تاریخ دوباره تکرار میشه،
حال زمانه پس به سوی زراعت شدن میه. مثلا در صنعت پیسه زیاد است در تولیدات، در زراعت نیست. شما که خیلی کردای زیاد درو کنین قید یک ماشین نمیتونه آید کنه. بله، ولی پس دوباره زراعتی بعد از جنگ اوکراین و آفات های طبیعی که در دنیا است، زراعت و محصول زراعت دوباره ارزش خود پیدا میکنه. یعنی مردکاری و زحمت دوباره به جهان به طرف میره. بسیار یک تحلیل خوب از فضای افغانستان داشتین. پیشیدی که در مورد تحصیلاتتان بگوین، در مورد خانواده بگوین. عضو چندم خانواده پدری هستین و چند برادر و چند خواهر دارین داشتین؟ ما چهار برادر هستیم و سه خواهر. و ما خودم متولد کابل هستم، از چرده کابل هستیم به اصطلاح. خب. ولی هستیم از پکتیکا و سلیمان خیل هستیم، به قوم کوچی هستیم. دیگه از او منطقه آمدیم و در شرانه در پکتیکا یک به اصطلاح فامیلی نسبتاً سرشناس هستیم. یعنی همین ملکیت و جایداد و پدر کلان ما هم حاکم بود، حاکم کاپیسا بود. از او خاطر هم در نقشه دولتی بودیم و از خانه وزیر و آدمای کلان در دولت‌های مختلف داشتیم. خب. کم از پکتیکا در دولت است. شما میفهمین که از کل ولایت پکتیکا کارمند دولت کم است. از این خاطر فامیلای ما که هست در تجارت و تشبثات خصوصی زیاد هستن. خب. دیگه برحال تحصیلات ما هم در کابل شده، در عمر خان و همو کوچه های خاکباد و اصلاحباد در مجمع تولد شدیم. همو کوچه ها برم عزیز هم هستن و هم مکتب ما هم لیسه حبیبی که فارغ شدیم برم بسیار عزیز. خب، لیسه حبیبی فارغ شدیم. از دوران نوجوانی بسیار آرام بودین، امروز هم شخصیت بسیار آرام هستین. خودتان از خودتان چی تعریف دارین؟ آدم آرام؟ در جوانی خود آرام نبودم، شوخ بودیم و در کوچه جنگای کوچگی داشتیم. تیم فوتبال داشتیم البته که در کوچه سر توپ به اصطلاح یکی دیگر می زدیم و می کشتیم. زمانه آدم ها نمیفهم، شاید عمر که پیش بره و بالاخره یک مقدار مثلا یک مقدار اگه جایگاه شهره شد، نمیگم که جایگاه مهم یا بلنده، اگه شهره شد باز تو احتیاط میکنی که نمی امو وایسیت ها حفظ شوه. مثلا اگه کس جنگ هم کنه خود باید تیر بیاری. جای غلمغال نری. مثل که آدم در اتاق شیشه ای زندگی میکنه، باز میترسه که نشکنه. بازا بایی ای خدا چی میسازه و محیط. ما فکر میکنم یک تاثیرات عمده سر ما دو جای تاثیر کرده. یکی محیط مدرسه، ما در دارالحفاظ بودم. و یکی در سعودی. در سعودی نظام بند است، بسیار یک نظام اختناقی استخباراتی. در اوجه در پانتونی که ما درس خواندیم به حد متعی بودیم، به حد که یک ذره هم گنجایش از زیر برت نمیماند که تو سرشار باشی. از او خاطر است که روحی سرشاری و چیز در او جزیات محکوم میشه، بخصوص برای اجنبی ها. خب، این رو بیشتر صحبت خود کردیم. در مورد خانواده خودتان هم بگوین، چند سال میشه ازدواج کردیم؟ ما روسی کردیم و 23 سال تقریبا از روسی ما شده و 6 اولاد دارم، 3 بچه است، 3 دختر است. اولادتان هم در حال تحصیل هستن؟ بله، داخل هستن، بیرون هستن؟ یک بچه کلان ما فارغ شده است، پانتون از دیلی یونیورسیتی، بچه لایق است، اول نمره فارغ شده. بچه های دیگه ما صنف 11 و 10 هستن. و دختر ما در کابل زندگی میکنن؟ بله، یا در کابل است کلگی، بجز یک بچه ما که در ترکیه است فعلا کار میکنه. و دختر ما عروسی شده و هم در پانتون بود، دیگه فعلا کانادا می باشن. دیگه پانتون دوام می ده و دخترک خوردم هم در مکتب است، صنف 3 است و یک دخترک خورد از دیگه بود، شیر خور است. بسیار خوب، شما گفتین در عربستان درس خواندین. پیش از اینکه وقفه بریم در مورد تحصیلاتتان بگین، رشته اقتصاد خواندین در عربستان، چطور برتون پیش اومد؟ به بورسیه رفتین؟ بله، تقریبا دمو پذیرش دوران مهاجرت به یک بورسی رفتم که اول ما امو اینستیتوت زبان و ادبیات عربی را خواندیم و از او اول نمره فارغ شدیم. یعنی در 48 کشور اول نمره ها بودیم. یعنی ما 10 یا 11 نفر افغان اول نمره فارغ شد، ما هم از امو جمله ممتازا بودیم. البته این در سطح 48 کشور افغان ها تقریبا اکثریت، یعنی 13 اول نمره فارغ شده بود در دوره از اینستیتوت، 11 اش افغان بود. واو. و یکیش هندی بود و یکیش از یک کشور دیگه بود، افریقایی بود فکر میکنم، از غانا بودن. دیگه در انستیتوت بعد باز ما در پانزه اقتصاد رفتیم. خب خب. و
پیش از اینکه این سوال بپرسم باید وفا بگیرم به خاطر که در وسط قطع میشه. نظر من این است که میخوایم بپرسم که عرب ها با افغان ها چطور یک نگاه دارن، چی تفاوت های با هم دارن و جهان بینیشون چطور است. این را از استاد آصف ننگ میپرسیم، اما پس از یک وقفه کوتاه با ما باشین در برنامه سر. بسیار خوش آمدین، شما برنامه سراچه را میبینین و ننگ صاحب مهمان ماست امشب. ننگ صاحب، من میخواستم بپرسم که عرب ها چطور یک جهان بینی دارن؟ با افغان ها مشابهت دارن در نگاهشان به جهان، در سبک زندگیشان یا نه؟ اگر دارن چی مشابهت های است؟ به نظر من یک تحلیل بله و نه نداره. خب. و سیاه و سفید نیست، البته متنوع هستن، اما یک نواختی هستن. شاید شباهتشان با افغانایی است که در تعلیم زیاد اهتمام نداشته، بخصوص کشورهای خلیج. درست. که در مجموع جزیره عربی هم زیاد پیشرفته نیست، یعنی در کشور پیشرفته یکیش هم نمیه، با وجود از اینکه غنی ترین هستن از لحاظ منبع نفت، اما بازم کشور نیست که در کشور پیشرفته بیاد، رو به انکشاف است. درست. و دیگه مسئله ای است از لحاظ ذهنی، یا مغرور هستن، یک تکبر خاص عربی دارن. بخاطر هویت خودشان و این یک چی است به اصطلاح غرور به جایی که میگن. خواه. غرور به معنا، تکبر به معنا. افغان هم در این شباهت داره. مثلا شما ببینین که فخر بالای نیاکای خود میکنه، فخر بالای زبان عربی میکنه و از این قبیل. افغان هم که از مثلا تبا هستن، جو جو هستن، اما فخر میکنن. چیزی ندارن. بله، چیزی ندارن. من فکر میکنم که تا صاحب الکمال نباشن چیز بکار نیست. اول خو غرور به هیچ حالتش بکار نیست. دوم، مسئله سوم، عربا از لحاظ ذهنی اجنبی ستیز هستن. و اجنبی را بدش میاد، یعنی ایتونه که استعمارها و چیزا بدش بیاد کتی از او گزاره میکنه. نه، اجنبی که در اوجا کار میکنه، زحمت میکشه. خوب. و به مزدوری رفته، برای از او به انسان درجه سه و چار نگاه میکنه. و دلائلش ایست که مثلا در عربستان سعودی قانون اقامه که هست یا قانون بردگی است، یعنی مثل امو سیستما وارث. خب. بسیار کم ریفورم شده. درست. به مو شکل تو وابسته مکمل به ارباب می باشی، به ارباب اقامه. حتی در بورسیه تحصیلی هم اونطور است؟ بیخی در پانتون هم مثلا، من مثلا سعودی اگر در یک مضمون مشروط شوه، نو بار امو امتحان تحسین معدل که میگم. خب. یا به اصطلاح امو چی خود پرفورمنس خود بهتر میتونه ساخته، اما اجنبی یک امتحان داره، یک چانس داره. دمو باز او نمره سابقه مشروطی تکت کامیابی که اگر صد گرفته باشی جمع میشه و تقسیم دو میشه. ای هم مثلا ما در پانتون خاطرات را دارم که مثلا استاد ده نمره را به اسلام و امور روزمره که میگن، ای را برای خود داره ده سال، برای تو میته و هم اگر نه تنه میته. مثلا اگر اجنبی هستی نتید دعوا نداری، ولی برای یک سعودی که مستحق ده نمره نیست، برش ده نمره را داده میتونه. از او خاطر در یک محیط که تبعیضات به نام سعوده در سعودی یک سیستم بود به نام تعصب سعوده، یعنی بیدارگری سعودی. خوب. که مردم هم متوجه بسازه به مسئولیت هاش و یک امتیاز برش بده. درست. از او خاطر این چیزا وجود داشته. حتی در بین پروفسورای پانتونا هم اونطور. ولی دیگه او از او فضا کسانی که باید از این مسائل باید بیرون باشن ولی نیستن. ما اگرچه دوران پانتونی من مکمل زیاد مصری ها بود. و مصری ها مردم بسیار لایق هستن و بسیار پیشرفته هستن. از او خاطر در مصری ها و عرب هایی که در به اصطلاح در مقاره افریقا زندگی میکنه و اتونستن، مثل سودان و مثل مصر و مثلا مراکش و بعضی کشورهای دیگه، یا بهتر هستن. و بعضی عرب هایی که به اصطلاح عضو امو خاندان خلیج نیست، شش خواهر خلیجی که یا به اصطلاح کشورهای نفتی استک، پترو دالری استن. درست. از او قبیل نیستک و باز متوازی هستن، شکسته هستن. خب. در زندگی که در کشور عربستان داشتین، خوراک افغانی میکردین؟ بود؟ خوش خدا داشتیم، افغانی بود. اونجا مطعم بخاری که میگن، یعنی رستورانت های به نام بخاری که اکثرش افغان است. خب. و بسیار نان مزه‌دار داره.
نان عرب هم خوب است؟ آه، مندی عربی، یمنی، بسیار چی خوب است. در عرب هم گوسفنده که داتش در تندور درو میکنن مکمل. مکمل کوفتش میکنن. آه، فرم کده، او بسیار لذیذ است. دیگه برنجشان و خوراکشان بسیار چی است؟ ما خوش ما نه از شاگرده که تو میخورن، مشتکی میخورن. خب، یه تو مثل ما شما آره نیست که امی پنجره برابر میکنی و بسیار مزه‌دار میورداری و یک دانه برنج هم از پیشت نمیریز از او اثر کالایش میریزه تو بسیاری است چطلا. خب در مورد وظایفتون بگویم، شما خود چندین مقام بلند کار کردین، از جمله دو ولایت کشور اولی بودین، یک مدت ولایت لغمان و ولایت فراه، و معینیت های مسلکی وزارت معارف، وزارت سرحدات و قبایل. در مورد زیاد بگوین، از کدام شروع میکنین، چطور رفتین والی شدین، واسطتان حتما بلند بوده یا مثل که بیشتر گفتین خانوادگی شما وزیر بودین دیگه؟ واسطه خو زیاد نبود، شاید دوای کمال اگه کنیم هم صحیح نیست، اما چند سیاری کده و شرایط یاری کده. کار آغاز کردیم در کار رسمی، البته کار رسانه‌ای ما کردیم، ده یازده سال کار آزاد کردیم و در مؤسسات هم بودیم، در USAID بودیم مثلا، در انکشافی امریکا و بعضی پروژه های دیگر هم کار کردیم. اما کار دولتی را آغاز کردیم از اداره امور ریاست جمهوری، باعث سخنگوی دولت در امور پارلمانی و بله. هم در رئیس اطلاعات بودیم و روابط عامه و اینی بخشا را کار کردیم. بعدش در معارف کار کردیم، باعث رئیس روابط عامه و رئیس نشرات و اطلاعات، و بعدش موین بودم، موین مسلکی بودم، یک مقدار کم زمانه سرپرست وزارت بودم. بعدش باز ولایت کردیم، ولایت فرا بودم دو نیم سال، و بعدش دو نیم سال ولایت لغمان، ولایت لغمان بودیم، و یک دهی مقطع و یک دو پانتون خصوصی را هم کار کردیم. در یکش رئیس پانتون عروج بودم یک دوره کم، یک چند ماه هم در کاروان معاون علمی و سرپرست بودیم، و بعدش باز اون وظایف دیگه بعد از لغمان باز اینمی ماموریت آخری ما در وزارت سرحدات و قبایل معین مسلکی بودیم. بسیار خوب. باز طالبا آمد، باز وظیفه دیگه هم باز ترک وطن دور هم کردیم. بله، ترک وطن هم کردیم. از کدام از این وظایف زیاد خوشتان آمده و پشتیدق شدین؟ ولی کلش وظایف به نظر ما از کلش راضی هستم، ولی بیشتر از این باید که کار میکردیم زیاد لذت میبردیم. اما عالم ما مثلا هر روز خود که حساب میکنیم، با وجود کاستی ها و نواقص و در منجلاب جنگ ما زندگی کردیم و ماموریت بله. کردیم در جغرافیای جنگی بله. در کشور منازعات، نابسامانی ها، فقر و حضور خارجی و از این قبیل مسائل، ما به نظر ما چیزایی که انجام شده قابل از این است که آدم به اصطلاح راحت احساس کنه. بله، معارف کار بسیار عالی بود، درست، بسیار کارهای خوب شد. در ولایتی که در فرا بودیم، این را اگر من قضاوت کنم شاید زیاد به اصطلاح خودخواهی باشه، بهتر است که مردم فرا در یک ریفرندوم پرسان شوه. اونجا ما زحمت کردیم، پروژه عمدر اساسی را سرش کار کردیم و چیزی که قابل انکشاف بود را به اصطلاح آوردیم در صحنه، پانتون انکشاف دادیم، مشنو تعمیر برش جور کردیم، شفاخانه که کارش بله. متوقف بود، شفاخانه بسیار اساسی را، میدان هوایی، پلها و پلچک و مثلا بند بخشابات و هیتو پروژه عمده که یعنی در جنگی که 80% ماموریت مرا جنگ گرفته بود، در 20% چیزی که شده همه قبوده. ها، و در کشوری که اقتصاد مولد نداره، اقتصاد خیراتی و کمک بگیر است، در اوجه بسیار مشکل است که کل تصامیم مالکش تو باشی. بله بله، درست است. خب بیشتر صحبت خود کردیم، پیش از وقفه از حامی برنامه ما تشکری میکنیم، هپی ماسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرین. اگر ننگسه اجازه بتن وقفه بگیریم، پس از وقفه صحبت را ادامه بتیم. در این قسمت من یک دو سوال دیگه هم دارم. خوب است، پس وقفه میگیریم، بعد از وقفه با ما باشین، برنامه استراحت ادامه داره. بسیار خوش آمدین، برنامه استراحت است و ننگ صاحب میمان ما هست در برنامه. پیشتر در مورد ولایتشان صحبت میکردیم و کارهایی که کردن. در این نوبت اکثر هم میبینیم و خاطرات و تجربه ها و تبصره های ننگ صاحب میشنویم، اما پیش از او من
سوالی مرتبط به صحبتهای پیشترتان داشته باشم. در جمهوریت یک مسئله، یک نقد بر جمهوریت رایج شده بود و تقریبا به نظر ما زیادم دور نبود، نظر شما را میخوایم بگیرم. میگفتم که فقط یک چند چهره را پیدا کردن در وزارت ها و ولایت های مختلف روان کرده میرن. منظور شما نیست مشخصا، ولی خب یک تعدادی بودن. یعنی از لحاظ مسلک بسیار متفاوت، وزارت داخله مثلا با یک وزارتی که اصلا کارشان مشابه نیست به هم دیگر. نظرتان چیست؟ این نقد به جای است؟ بله، کسایی که در عقب صحنه سیاست هستن و ظواهر میبینن، مردم ظواهر میبینه و نقدم که میکنه سر ظاهر میکنه. پشت پرده مثل که مسلکی اعضای مسلکی شما کاروبار میکنه، او را بسیاری نمیبینن، زحمتی بله. از واره ما و شما را میبینه. حکومت ده 20 سال استیت ستاپ بود، دولت سازی بود، تینه بافی. ای از این گروه بیار، از گروه های زی منازعه جنگی، از چهار گروهی که از روم و قبرس و مثلا از پیشاور و افغانستان جور شد، هنه تو یک اطلاف بود. بله. و ایره بنام وحدت ملی که باید حفظ شوه، گروه های زی منازعه، تکری و تصادمی که کابل بخون، یعنی مخالفینه که آمدن به حساس منفعت شریک شد. بله، این محصول جنگ، دوران جنگ. ایره آمردن، شما در شهر، در روشنایی شهر، در چراغان ایره نگاه میکنین، عمدترین نقش ده ای مثلا کرزای صاحب ایفا کده که ایره یک تعادل نگاه کد، یک در روزای سخت رفیق روز سخت. بله. این سختی ها را مثلا تو ناچار بودی دستیت ستاپ پنج نفر از این بگیری، از او بگیری، از این بگیری، این گروه ها سر تحمیل میکد. اگر نگفت که ما همی ثبات بر هم میزنیم، بله. از او خاطر تو ناچار بودی از اما انتخاب کنی دیگه. او را اتو نبود که پاچا خود مختار مطلق بود و همه چیز به دست از او بود، نه اتو نبود. بله. و دیگه حضور خارجی هم یک مقدار تاثیرات خود داشت. بله. اما من فکر میکنم به یک مرحله رسیده بود جریانات که به اصطلاح مردم همه نقش داشتن که برن پیش بره. مثلا بسیاری از معینا را، بسیاری از اعضای مسلکی را و حتی به شمول وزیرا که مربوط به باندها نبودن، نقش باند است است کم شد. چیزی در پارلمان رفتن، چیزی در دیگه جای آرامش ساختن، چیزی را در شرکت های خصوصی و کمپانی های سیکیوریتی اونجا مصروف کردن و یک مقدار زیادشان سری پول و پیسه و قرارداد مصروف کردن و دایشون شد و این طرف از پیش شهر و دولت سازی و مدرنیته در شهر انکشاف و این چیزا ایمان به مردم اصلی که میتونست نقش ایفا کنه. درست. و بچلانه به اسلام و انجن تکنیکی ره. درست. ما یک تکنیکال پنل داشتیم، یکی پولیتیکال پنل داشتیم در 20 سال. پولیتیکال پنل مجبوریت ها بود، در تکنیکال پنل یک مقدار مسلکی تر شده میرفت. در وقت رئیس جمهور اشرف غنی این چیزها را زیاد به اصطلاح سرش کار کردن، اما بازم جواب ده نبود. ما امو با مردم هستم، ولی خودم در این ماموریت های خود که آمدیم نه برای هیچ انسان در کره زمین ما واسطه نکردیم. بزرگای ما هستن، هم رئیس جمهور کرزی صاحب که منت و احسانشان بالای ما است و هم رئیس جمهور اشرف غنی و بزرگایی که حتی بودن کت ما، اما ما احسان بسیاری از دوستایی که نقش داشتن در رشد و انکشاف و شخصیت سازی ما دو است، دکتر سفار بردگ و دوستای دیگه که بودن، حتما نقش داشته که رسنده. درست. به هر حال اکثر ببینیم، اگر موافق باشین روی اکثر تبصره کنیم. ننگسف دوستان اکثر بیارین به نوبت ببینیم و نظر ننگسف رو داشته باشیم. خب این اکستان از کجاست؟ این فراستک و این منطقه قریه خیرآباد است. خواه. یعنی ساحات ساحات خارج از سلطه دولت بود. آه. و دمی قریه به طرف باکو میره، این طرف خو یک سرک دیگه است که این طرف رفته. اینجا کاریز است، بسیار یک منطقه مقبول است. باز این منطقه به اصطلاح در اینجا کس نمی رفت. از کدام سال کدام سال بوده که؟ سال 1395 است. خواه خواه 95. بسیار خوب، بسیار خوب. عکس بعدی رو ببینیم. این هم از زمان ولایت است؟ بله، این فراستک. این آب به ایران میره، یعنی ما آب مجانی که افغانستان 7% آب خود استفاده میکنه. کل آب های افغانستان که حدود مثلا 57 میلیارد متر مکعب میگن یا میگن که 70 میلیارد متر مکعب آب داریم سالانه، اما ما 7% بهره میگیریم. یعنی ما 10 میلیاردش استفاده کرده میتونیم کم و زیاد دیگه اش میره، کمتر از 10 میلیارد. یعنی این میره
به ایران میره و آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. ملتی که آب داشت، زمین داشت و مردای چارشانه داشت و در پشت قلعه ها که شما میبینید که در پیتا و در افتا و شیشته، ولی خودشان گشنه هستن. دیگه نامش شما بگذارین. چی کم بود است؟ مدیریت و برنامه کم است. یعنی همه چیز دارین ولی حلوا خورده نمیتونین. همتم کتیش. همتم کتیش. آبم در سر زمین، هوام. مثلا این جزیره عربی نیست که 50-51 درجه گرم باشن. هفته و باشه و ریگستان باشه. نه قاره افریقاست که کلش جنگل و دریاست. بله بله. به این خاک و به این معادن و به این ثروتی که ما داریم، یعنی کمبود همت شما میتونین و کمبود مدیریت و ضعف برنامه های دولتی. اگر نه گوشنه نمیمانن. باید ما نان میدادیم. ما در یک زمان قطغن زمین ما بله. در شمال بله. شمالی بله. بزرگ ما نان میدادیم به اون طرف، به تاجکستان و ازبکستان و ترکمنستان و با حتی با قرغزستان ما به اصطلاح ارد روان کردیم، گندم روان. این طرف ایران ما نان میدادیم، سیستان بلوچستان همیشه از ما نان خورده و این طرف پاکستان. یعنی ما به اصطلاح همتای ما بوده در زمانی که هلمند ما با ایران مثلا نان میداد. مشرقی بزرگ ما این طرف به پاکستان ما نان و مواد غذایی، محصولات غذایی روان میکردیم. اما بعد از اون دوره آمد که آل مولی سرخک و گندنه و از چیزا ما از یک جای دیگه بیه. بله. ما به نظر من این گپا بحثای بسیار مهم است که ملت باید ما بیدار کنیم که تو همتت کم است، دستای بسیار خرد است، کمزور است. میگن رومی سر چند صد شده؟ 4-5 صد شده. بله متاسفانه این است. وزارت باید میکانیزم شد در دمی 100 سال یا 200 سالی که ما داریم. دهقان ما تا امروز گوا بسته میکنه، قلبه میکنه. جالب است، یعنی که دنیا بله. حال دستاره ها میرن که خانه نشینی کنن. بله بله. یا هنوز و ملتی که بسیار خاموش است، یعنی خوشش میاد که اما تو خواب باشیم، صبح برایم در پشت اویلی در پیتاو بشینیم قصه کنیم، قصه های مرده ها را. ای استاد چیزایی را میگین ما را گریه میگیره. یک چیزی بسیار بده که دمی صحبت های شما من متوجه شدم، تصویر ذهنم تازه شد. ما کسایی را دیدیم، زمینایی را دیدیم که زراعتی بود و مثلا چند سال پیش استفاده میشد، در او آمدن خانه های بلند منزل ساختن، سرسبزی را از بین بردن. دمی شهر کابل، دمی قسمت های شهر کابل کاریزا از بین رفت. شما ببینین آبای نقرابی که در شمالی بود کجا است؟ کال آب بله چتل شده به اصطلاح کس میزاب امو فضل آباد به او سوق داده. بله. عکس بعدی رو ببینیم. خب این از کدام سال است؟ این دختره که من ناجیه جان است، که من اداره امور است و این ماموریت اول ما بوده و این جایی که ما ششتیم یک چی جالب است. این دفتر ما زیاد فعال کردم و سرازی مصرف کردم. این اصلا گاراژ بود که موتر مرحوم دکتر نجیب در اینجای استاد میشد. خب خب وزیر ما به خاطر از این را نگاه کنیم. خب این پیش از پیش یک مقدار سرشکار شده بود خو. ولی ما دفتر لکس و مفشن ساخته میشه. بله خب 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 این هم از شاید از 10-15 سال پیش باشه دیگه، درست؟ در سالای 1385-84 بله درست گفتیم. بله. 16 یا 17 سال پیشتر. بسیار خوب. عکس بعدی همه مو دفتر است و این پشت سرش از استاد حنیف است، نعمت الله حنیف هم و خطاطیش است و این دفترم است. خب خب دفترتان در اداره امور است؟ بله درست. و پر انرژی بودیم، زیاد کار میکردیم. حالا زیاد تغییر نکردیم؟ بعد از نماز آمدیم و بعد از نماز شام، یعنی میرفتم. مطلق ماموریت ما تو بود. خب انگیزان بود و خوش بودیم. همه چیز ستاپای دولت جدید بود. بله. و تیم هم لذت بخش بود کلا. بله یعنی زحمت زیاد میخواست و کاری که نتیجه بده آدم خوش میه باز. بله یعنی محصولش داشته باشه. میفهمین تا رئیس اداره ما دکتر سفر خوردگی در 3-4 نقش کار میکرد، هم اداره امور، هم شورای وزیران به اصطلاح دارون شهر و هم وزارت پارلمانی را. و در او زمان حتی همی ارگانای محل نبود، به نام اداره شوراها چیزی ما داشتیم که او هم در چوکات اداره امور بود. بله. یعنی کار زیاد بود و جوانایی که اوجا در او زمانه بودن، اگر سید خود بودین رویدار و وید عمر و فرید حکمت دوستای زیاد اجمل وزیری یا کلگی بسیار پر زحمت بودن، یعنی واقعا زیاد کار میکردن. بله. بسیار خوب، خاطرات خوب است. عکس بعدی. خب این کدام روز است؟ این روز زنگ مکتب است. خب و رئیس جمهور حامد کرزی است، خدا عمر طولانی برشان بده. در این مناسبت ها معمولا ما از ریاست نشرات برنامه را
همی تنظیم و امو به اصطلاح صفاکاری برنامه را ما میکردیم. خواه که تقریبا برنامه های شانداری بود همیشه. بله. سال خوشی بود که با زنگ مکتب شروع میشد. میدیدیم که یک زنگ زده میشد و هر صبح شما 8-9 میلیون انسانه در کوچه ها میدیدین و شهرها را زیبا ساخته دخترها و بچه ها. کاش باز دوباره مکتب دخترها شروع شد. بخیر، تشکر استاد. میریم وقفه، پس از وقفه برمیگردیم با ننگ صاحب سوالات دیگه که باقی مانده مطرح میکنم. خوش آمدین برنامه سراچه و ما میزبانتان استاد آصف ننگ مهمان ما هست. ما استاد گفتم در کل برنامه، با وجودی که در اول قسمی که گفتم مقامات متفاوت را کار کردن و موافقیشان را گرفتیم، راحت هستن با استاد گفتن. چند زبان بلد هستین ننگ صاحب؟ زبان پشتو خو زبان ماست و دری هم زبان ماست، بی زبان های ملی است و عربی را بلد هستم، انگلیسی را بلد هستم، اردو را هم بلد هستم. پنج زبان اسلام و مشکل خود حل میکنیم. با کدام زبان نوشته میکنیم؟ در افغانستان خود طبعا نمی چیزی که استعمال داره مردوی شب سی و در ترجمه در عربی و انگلیسی و اردو بسیار راحت ترجمه میتونم، یعنی خب کتابای تحت ترجمه هم دارم. خب هم از انگلیسی دارم، برای مثلا برای Save the Children یک دو سه کتاب، کتابای خورده رساله های خورده از انگلیسی ترجمه کردیم. مثلا از کتابای اوریان افلاچی را از اردو زیر ترجمه گرفتیم. دیگه خدا که لیه جنگ یک کتاب است از کرن آرمسترانگ، جنگ برای خدا. بله کتاب بسیار خوب است که جنگ های چی میگه کتاب؟ خدا که لیه جنگ، جنگ هایی که شکل مذهبی داشته و به خاطر رضای خدا گویا انجام شده و میلیون ها انسان در او تلف شده. جنگ های مسیحیت و کلگی جنگ هایی که به اصطلاح به کل ادیان ارتباط داشته. درست. کتاب بسیار خوب است. بشارت ما خوب میخواند. کتاب های اقتصادی زیاد ما کتاب، چون رشته ما اقتصاد پلانگزاری است، در رشته کتاب ها زیر ترجمه هم دارم. خدا کنه که در این دوره بیکاری و در این وقفه که به ما داده شده، فرصت داده شده، بهره خوبتر بگیریم. بله. کتاب های خوب است اقتصاد، بخصوص تحقیقات دارم در اقتصاد اسلامی. بسیار چیز جامع است، خیلی درست. چیزای خوب است که مثلا حکم خداوند است که مؤمن باید فقیر نباشه و مؤمن باید گشنه نباشه. بله. این حکم است و کل پیغمبرا از فقر دعا کرده که نجات پیدا کنه. زندگیشون باید قسمی بوده که از این برای باید. بله. اللهم این اعوذ بک من الفقر و غلبت الدین و قهر الرجال. غلبت الدین یعنی خو قرضداری، قرضداری خو از فقر میه. کاد الفقر ان یکون کفرا، دقیقا که نزدیک است که فقر کفر باشه. کفر باشه از او خاطر است که فقر در اسلام نیست و ای باید جامعه مرفع باشه، به حد مرفع باشه که مثل زمانه عمر ابن عبدالعزیز واره و خلیفه عمر ثانی که میگن که ما باید به دنیا خیراتای ما بره، چریتی هایی که کلش از خیرات مسلمان ها و زکات و از اینمی مازاد مسلمان ها میرفت و در دنیا سرشار مسلمان زندگی میکرد. حالا که تو را آفت بزنه، سیل لانوز نامده، تو باید خیرات کاسه تا ببری بر یک دروازه غربی، کجا افتخار است برای از این ملت؟ شما زلزله میشه، یک گلاج یک خانه را که همو چتش برش بالا کده نمیتنین، کجا از این افتخار است؟ ملت بسیار در بدر است، باید ما بیدار شویم. عزت را که در اسلام بوده او الید العلیا خیر من الید السفلا، دست بالا دست دهنده است و دست پایین دست گیرنده است. این دست پایین در دین نیست، این امیر برای مسلمان باید نباشه. از این خاطر است که این برنامه محوری دولت هم میخواید. بحث طویل است. دقیقا بسیار زیبا گفتین استاد. ولایت افغانستان چند ولایت گشتین؟ یعنی کلش شاید به نظر من ولایت نمانده که من نرفته باشم. خب و از پیش از ماموریت های دولتی ما خب بسیار علاقه دارم، بسیار ولایت های افغانستان خوشم میاد، هر ولایت خوشم میاد. مثلا پنجشیر رفتیم بسیار لذت بردیم. دوست رفیق در مردم افغانستان زیاد دارین؟ شما از آدمایی هستین که زیاد رفیق دارن؟ بیخی زیاد، من رفیق باز هستم. خب در مردم هرات دارم که رفت و آمد فامیلی داریم. در بین ازبکا و ترکمنا بسیار دوستای زیاد دارم. در بین برادرای هزاره زیاد دوستای فامیلی داریم
و در این طرف در شمالی بزرگ خو مبیخی تو احساس میکنم که وطن ماست. از این منطقه زیاد دوستای عیار و خرابات و از این قبیله هم داریم و از پکتیا، از مشرقی، از هر جای هم دوستی ها داریم. البته که مردم مختلف ولی عجین شدیم. بله بله بله. ولایت های زیباست که ولی آدم ببینه. بند امیر رفتیم، بسیار زیباست. بله. کل مناظر افغانستان بسیار قیمتی است، بسیار توریستی است، بسیار دیدنی است. جنت است افغانستان، نورستان، هر جایی که شما نام ببرین. اما راه نداره، پل نداره که مردم برن. که این آرامش است، این پل که من میگم، این پل انکشاف است، ای امن است، ای امان است، ای سیستم است. سرک که شما وصل کنه. بله. و سرکایی که وصل کنه. بله بله. خب بیشتر صحبت میکنیم، وقفه خود گرفتیم، اما قبل از او هپی ماسیو انرژی درینک، انرژی را فراموش نکنین، حتما بنوشین و لذت ببرین. وقفه میگیریم، پس از وقفه کوتاه در قسمت پایانی برنامه با ما باشین، سوالاتی که باقی مانده را مطرح کنیم. خوش آمدین به نامه سراچه. در قسمت پایانی هستیم و با ننگ صحب صحبت های ما ادامه داره. ما انرژی هم میریزم کمی. ننگ صحب، چند تا کلمه داریم، در مورد از این کلمات نظراتتان بگوین. ما میخواییم که باورتان، نظرتان و احساستان در رابطه به این کلمه بفهمیم. کلمه اول ما هست مقام سیاسی. ما فکر میکنم مقام سیاسی یک جایگاه پرتقدس است، به شرطی که به مو هدفی که هست استعمال شود، خدمت خلق الله. برای از او اگر استعمال شود، این عبادت هم است و نه ثواب هم خورما. درست. مادر، مادر مقدسترین واژه است و مادر مهم است که بهشت زیر پایش است و ما مادر فردا را باید فکر کنیم که چه قسم جور کنیم. آیا مادر فردا را بی سواد بسازیم، در خانه بشانیمش که یک زن یا یک زن توانا باشه برای اولادش، برای تربیتش، چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم سر ازی تاکید کرده که شما اگر یک زن پرورش دادین، یک مادر پرورش دادین، مثل که ده فامیل پرورش دادین و خدا در مقابل هر پرورش برای شما اجر و پاداش میده. و یا به اصطلاح در تاریکی، این سوال است که بله باید مطرح شود. متاسفانه تصمیمی که گرفته شده یا گرفته نشده هنوز به خاطر در روشنایی زندگی کردن زنان. وفاداری به حد مهم است و این هم کلتور است و هم دین است که باید سرش وفا کنه. و اوفو بالعقود، وفا به عهد و وفا به عقد با کلگی، یعنی تنها با مسلمانان نه، حتی با کفار هم اگر عقد داشتین سر از او وفا لازم است و اگر درست تخلف کردین قابل مجازات هستین. یعنی این مفهوم تنها اخلاقی فردی نیست که ما وفا را اخلاقیات فردی میگیم، این اخلاقیات اجتماعی، اخلاقیات دولت و اخلاقیات مراودات شامل میشه. و آخرین کلمه ما بی‌انگیزگی است، چیزی که فکر میکنیم زیاد است امروز. بله. خب این ما مالک ابن نبی یک نویسنده است عرب است، این میگه که مایوسی خرد مایوسی ها را خلق میکنه. شما اگر در جامعه مثلا فضا مایوس مایوس بود و یا مثلا منفی بافی بود، دگماتیزم که برش میگن، سیانگری، شما دیگه کلی جامعه را سیاه میسازین. پیامبر صلی الله علیه و سلم سر ازی گفته که شما بشیرو ولا تنفیرو، بله، یسیرو ولا تعسیرو، یعنی شما بشارت بتین، پیامای منفی و مایوس کننده را نتین. شما آسانی های دین و دنیا را بگیرین، از خود بسازین، نه سختی هایشه، نه از دین نه از دنیا را. از او خاطر ما فکر میکنم چیزی که انگیزه را میکشه او ممنوع است. یعنی ای ممنوع است. ممنوع است. خب با چه نوع موسیقی بسیار راحت هستین؟ موسیقی بشنوین؟ بله موسیقی های مختلف. ولی تو یک ذوقی دارم که اگر ببینین میگین که کدام یافته نمیتونی داره. غزل میشنوم، موسیقی هندی میشنوم، ایرانی میشنوم، کم کم انگلیسی هم میشنوم. خب ولی موسیقی وطنی را زیاد میشنوم. درست. و فیلم چی؟ فیلم ها میبینم. با دنیای فیلم بیخی عادت دارین؟ بیخی این نام اکتره را برتان کلش هم میبینم. بله. خوب، از خوب. فیلم هم از هالیوود هم از بالیوود اگر از به اندستری بریم، درست،
و فیلم‌های تاریخی هم بسیار دیدیم. و به نظرتان دیدن فیلم‌ها امو بخش آموزندگیش در شرایطی که ما هستیم بر جوانان خوب است؟ والا بسیار خوب است. ما در خورترکی سریال ویدوک، یک سریال فرانسوی بود، دورم می‌دیدم. یعنی کلگی وجود ما به اصطلاح حس انکشاف و تا امروز تشنستم. یعنی ما آرزوی ما، آرمان‌های ما را اگر به می آرمان‌ها از دنیا برم، مملو از دی است که ما مثلا ای خاک می خواهیم جنت ببینم و ای که ما بیرون میریم از کشور که بایو مجبور به جنت های دیگه نشیم تا کشور جنت هم نسازیم ما نمیتونیم پیشرفت کرده. از او خاطر است او تاثیرات از او را ما میبینیم. یعنی تاثیر فیلم به حد زیاد است. جامعه مثلا میلیاردی هند یا چین سینما کنترل کرده. شما ببینید این ملتی که هیچ چیز نداره اما امید داره، هندی را شما میبینید خوش است، با سعادت است. یعنی با وجود از اینکه چیزای کم داره و یک قدر کنترل جرایم اتا کنترل کرده. ما طرفدار بسیار فیلم و هنر هفتم در مجموع، اما استفاده از زیره شما یک کلمه را ما برتان میگم که پرگویم نشه. قرآن کتاب خداوند است، این حق است، این نجات بخش است. هم دنیا را با سعادت میسازه و هم آخرت یک انسان و هم اجتماع را. امی کلام حق که کلام خداوند است، ما چرا برای هدایت بشریت ای را رسانده نمیتونیم؟ فذکر این نفعت ذکر را، هنر دایش شامل نشده. تو مبالغ هستی اما پیام دین صحیح رسانده نمیتونی. جنت های دین برای امون نجات بخشی های دین که سر از او دولت جور میشه، نظام اقتصادی جور میشه، رفاه و سعادت جور میشه، او را شما اگه نتین، او را اگه به اصطلاح تعریف نکنین، هنر میتونه که خیلی هنرمندانه پیام حق برای بشریت برسانه. بله. و او چیزی که حق است او شک نیست، اما او را مردم نمیشناسه، دنیای دیگه نمیشناسه. هدایت چرا نمیشه؟ زبان، هنر و ادبیات نیست. از او خاطر است شما وقتی که این میره اگه استعمال کنین هیچ چیزی به اصطلاح مکروه نیست. او چیزی که مادام ده او شما حق هدف دارین که او را برسانین. برای تعلیم شما فیلم بهترین وسیله است. شما بچه را نصیحت کردن، فامیل جور کردن، خشم و غضب از چهره یک پدر برداشتن، این را میتونین شما در فیلم ببینین. بله. که بله. یک پدر چه قسم برخورد میکنه. یا بله. میر غضب است که بچه برش خانه جهنم است. آه. یا امو فرمایش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که شما خیرکم خیرکم لاهلی. بله. بهترین شما و بهترین شما بهترین است که به عیال خود. بله. و عیال برای حاکم هم گفته. بله. که برای حاکم بهترین حاکم اوست که عیالش از او خوش باشه و عیال محور و رعیت محور باشه، نه ای که نظام حاکم محور باشه که شما تابع باشین که حاکم چیزی گفته شد. از اوجه که امر صادر شوه شما سر تن پایین پرتین و اطاعت کنین. نه، برای نظام باید رعیت محور باشه، دین خورایت محور است. بله بله بله. بسیار تشکر استاد محمد آصف ننگ، مهمان برنامه سراچه. لطف کردین امشب آمدین و از صحبت شما بسیار چیزا یاد گرفتیم و لذت بردیم. سلامت، خوش آمدید. سلامت، تشکر. سلامت باشین. دوست عزیز، از شما تشکری میکنم که بیننده برنامه سراچه بودین. ما در آخرین لحظات قرار داریم. شما را دعوت میتونم که برنامه بعدی طلوع را ببینین. تا هفته بعد که در خدمت میرسیم، خدا نگهدارتون.